سلام عرض کنم خدمت همه بچه های گل. امروز با ریاضی نهم فصل ششم حل دستگاه دو معادله دو مجهول در خدمت شما هستیم. بچه تو این ویدیو من قبلا هم ویدیو برای فصل ششم رو ضبط کردم، توی کانال آپارات یوتیوب هم هست، منتها بنا به درخواست بچه ها خواستم یه ویدیو جدید بگیرم دوباره و این دفعه روی این نکته تاکید کنم و معادله هایی رو حل کنم که صرفا فقط به درد ریاضی نخوره، یعنی کاربردی باشه و علومم بشه تو قسمت‌های فیزیک و شیمی ازش استفاده کرد. هرچند اون ویدیوهای قبلی هم که ضبط شده اونا هم برای این قسمت قابل استفاده هستن، منتها خب یکم تخصصی ترن. این دفعه سعی می‌کنیم بیشتر با تکنیک حل سوال جلو بریم. خب برای تدریس این قسمت فرض بر اینه که شما اصلا هنوز فصل ششم رو نخوندید، یعنی در حقیقت شما این ویدیو رو وقتی می‌بینید هنوز اصلا فصل ششم به شما تدریس نشده. به خاطر همین من سعی میکنم با یه تکنیک خیلی ساده اول توضیح بدم که اصلا دستگاه دو معادله دو مجهول یعنی چی، که بعد بتونیم اونو حل کنیم تا بتونید استفاده کنید داخل تستاتون و حل مسئلهاتون. ببینید ما در گذشته اینو داشتیم که مثلا وقتی یه همچین معادله‌ای داریم چجوری اینو حلش کنیم و به دست بریم. این یک معادله است بچه‌ها، این مجهوله، یک تساوی وجود داره، پس این یک معادله است با یک مجهول. ما به ازای هر معادله ای که داریم یک مجهول رو میتونیم به دست بریم. خب اینو خیلی ساده، مثلا اینو قبلا بلدید دیگه، 3 رو مثلا میبریم اون بعد میشه 7 منهای 3 4 x به دست میاد 2. ببینید یک جواب به دست اومد برای یک معادله. اما یه موقع است که ما با یک معادله سر و کار نداریم، یعنی ما در واقع دو تا مجهول داریم. وقتی دو تا مجهول داریم حتما باید دو تا معادله داشته باشیم، ما نمیتونیم با یک معادله دو مجهول رو به دست بریم. یعنی اگه همینجا مثلا به جای 3 یه عبارت جبری باشه یا یک مجهول باشه مثل ایگرگ زد یا هر چیزی به غیر از ایکس که نشه با اون جمع و تفریقش کرد، دیگه من نمیتونم معادله رو حل کنم، نیاز دارم که یه رابطه دیگه هم داشته باشم. خب مثالش چی میتونه باشه؟ ببینید مثلا میاد به من میگه یه جا من جمع ایکس و علاوه ایگرگ رو دارم که شده 5. ببین بچانه یه معادله است، دو تا مجهوله، من نمیتونم حل کنم. یه بارم میاد مثلا اینو تفریقش میده، یا مثلا میگه جمع مثلا سن مثلا حسین و علی 5، بعد مثلا یه رابطه دیگه هم میده، مثلا میگه از طرف مثلا نمیدونم سن فلان دو برابر اون یکی، اونم به من کمک کنه. یا مثلا بالفرض توی اتم ها میتونه بگه آقا عدد جرمی یعنی مجموع پروتون و نوترون 5، بعد از طرفی هم میاد میگه مثلا نسبتشون هم فلانه. خب پس یعنی یه رابطه دیگه هم به من میده که من بتونم اینو حلش کنم. مثلا میاد تفاوت این دو تا رو به من میده، میگه مثلا بالفرض میگه اگر دو تا عدد داشته باشیم، اگر دو تا عدد داشته باشیم که حاصل جمع اونها 5 و حاصل اختلاف اونها 7 باشه، این دو تا عدد کدومن؟ یعنی یه مثال برای دستگاه دو معادله دو مجهول میشه. خب اینو میخوایم حل کنیم. بچا ببینید چندین روش برای حلش وجود داره، من روشهای خیلی سختتر رو دیگه نمیگم، اونو خواستید میتونید برید از ویدیوهای قبلیم استفاده بکنید، من تا الان بیشتر میخوام جنبه های کاربردیشو بگم. ببینید برای حل دستگاه دو معادله دو مجهول ما هدفمون چیه؟ اینکه یکی رو به دست بیاریم بر حسب اون یکی قرار بدیم تو معادله تا بتونیم کلی حل کنیم. روشی که من به شما میگم یه روش کلیه که برای همه معادله جواب میده، منتها بعضی وقتا مخصوصا داخل ریاضی سخت‌تره، شما برای حل ریاضی باید از روش‌های ساده‌ترش استفاده کنید که بیشتر بهتون کمک کنه. منتها این یه روش کلیه، برای همش هم میشه استفاده کرد. روش میگن روش در حقیقت روش جایگزینی. اول قبل از اینکه روش جایگزینی رو بگم، هر وقت معادلتون این شکلی بود، نگاه کنید بچه‌ها الان اینجا این مثبت، اینم مثبت، این مثبت، این منفی، اگه من بیام این دوتا معادله رو با هم جمع کنم، یعنی این طرف تساوی رو با هم جمع کنم اون طرف هم با هم جمع کنم، چه اتفاقی میفته؟ این دوتا که با هم جمع بشن ضریبه‌هاشون یکه، میشه 2x. این دوتا با هم جمع بشن میشه 0. دیدید ببین از شر y خلاص شدیم و اونور هم میشه 12. به همین راحتی x به دست میاد میشه 6. حالا اکسی که 6 رو با میذارم داخل یکی از این معادلهاش فرق نمیکنه کدوم باشه، مثلا گذاشتم جای این، به جای ایکسش مینویسم 6، 6 به علاوه ایگرگ مساوی 5. خب 6 میره اون و جواب میشه چند؟ ایگرگ میشه منفی 1. تو اینم بذارم همین میشه بچه‌ها، که 6 بذارم اینجا 6 میره اونور 7 منهای 6 میشه 1، منتها میشه منفی ایگرگ مساوی 1، پس ایگرگ میشه چند؟ منفی 1. دیدی جواب همون شد. خب توی روش جایگزینی اینی که بهتون گفتم جایگزینی نیست، این برای مواقعیه که در حقیقت ضریب های بالا و پایین مثل همان دقیق. تو این حالت من میتونم اینو با هم جمع کنم، x منهای y مثلا 7، درسته؟ این دفعه به جای اینکه جمع کنیم میتونیم کم کنیم،
وقتی این کار رو انجام بدیم، این دفعه این مثبته، این میشه منفی، این دوتا با هم میرن ایگرگ، منهای منهای ایگرگ میشه دو ایگرگ، دو ایگرگ مساوی با پنج منهای هفت میشه منهای دو ایگرگ، در میاد چند منفی یک. بذار حلش کنم. پس بعضی وقتا ما میتونیم جمع کنیم، بعضی وقتا میتونیم دو طرف معادله رو اصلا کم کنیم و هیچ مشکلی برای معادله من پیش نمیاد. من دفعه قبل خیلی راحت، چون این ضریباشون قرینه هم بود، با هم جمعشون کردم. حالا این دفعه میخوام کم کنم. خب فرض کنیم مثلا به شما پروتون و نوترون رو جمعشون داده، پروتون خواسته، شما نمیخواید اول مثلا اینو حذف کنید که نوترون به دست بیاد، شما میخواید مثلا بفرض هم مستقیم پروتون رو به دست بیاد، یا مثلا تو اینجا من نمیخوام ایگرگ هست x به دست بیاد، میخوام مستقیم اول ایگرگ رو به دست بیارم، یه من الان سریعتر پیش برم. خب از هم کمشون میکنم، در این صورت x منهای x میشه چند؟ صفر. ایگرگ منهای منهای ایگرگ مساوی میشه با 5 منهای 7 که میشه منفی 2. خب این میشه چند بچه‌ها؟ میشه 2 ایگرگ مساوی است با منفی 2. ایگرگ میشه چند؟ منفی 1. دیدید دوباره ایگرگ شد منفی 1. حالا دوباره ایگرگ منفی 1 رو میتونیم توی یکی از معادله‌ها بذاریم به دست بریم. خب این برای حالتی که بچه‌ها ضریبای ما دقیق چی باشن؟ قرینه هم باشن، که این روش ساده تری میشه. اگر اینجوری نبود چی کار کنیم؟ مثلا این شکلی باشه، ببینید مثلا دیگه ضریب من نه این شکلی باشه، بیاد بلفرد x به علاوه یا حالا منهای 2 y باشه مساوی هم. خب اینجا دیگه ما سه تا روش داریم. خب روش ترسیمی داریم که روی نموداره که مربوط میشه برای ریاضیتون، روش حذفی رو داریم و روش جایگزینی. من روش جایگزینی رو انتخاب کردم برای اینکه این برای شمایی که بلفرد هنوز فصل 6 ریاضی رو نخوندید، دارید رو نگاه میکنید، روش آسان‌تر و کامل‌تر و جامع‌تری، هرچند با این روش همه رو میشه حل کرد و هیچ مشکلی هم نداره. خب توی روش جایگزینی چیکار می‌کنیم بچه‌ها؟ ما اون معادله‌ای که آسان‌تر رو انتخاب می‌کنیم، خب بعد یکی رو بر حسب اون یکی به دست میاریم. مثلا من x رو نگه می‌دارم، y رو می‌برم اونور، میگم x، پس این معادله این شکلی میشه، x رو نگه می‌دارم، y رو فرض می‌کنم مثل عدد می‌برمش اونور، علامت شبت میشه 5 منهای y. حالا تو معادله پایینی هر جا x داشتم به جاش چی میذارم؟ 5 منهای y. یعنی این شکلی میشه این معادله پایینیه، اینجا مینویسمش، میشه 5 منهای y به علاوه 2 y مساوی 7. خب حالا 5 این هم علامت نیستن کم میشه، میشه مثبت y مساوی 7، 5 میره اونور از 7 کم میشه، y میشه 2. حالا دوباره این y مساوی 2 رو تو هر کدوم از این معادله بذارم، x هم به دست میاد. مثلا اولی رو انتخاب میکنم، به جای y بذارم 2، 2 میره اونور کم میشه، x مون میشه 3، که 3 به علاوه 2 میشه 5. خب بریم یکی دو تا از این مثال های متنوع حل بکنیم تا قشنگ کامل برامون جا بیفته. مثلا فرض کنید توی سوالی گفته مجموعه یا عدد جرمی اتمی بالفرض 45. وقتی میگه عدد جرمی 45 یعنی پروتون به علاوه نوترون میشه 45. بچه هیچ فرقی نمیکنه که من پی و ایکس و ایگرگ بذارم یا پی و ان، باز همون قضیه فرقی نمیکنه. بعد میاد میگه چی؟ میگه آقا حالا از طرفی هم نسبت نوترون به پروتون مثلا 1.5 باشه، نسبت نوترون به پروتون هم چنده؟ 1.5. حالا مثلا میگه آقا یا نوترون رو به دست بیار چنده، یا میگه عدد اتمیش چنده، یا میتونه بگه این مثلا عنصر با چه عنصری تو جدول تناوبی همگروهه، یا میتونه ایکس و ایگرگ توی ریاضی باشه از شما نقطه رو بخواد، فرقی نمیکنه. الان اینجا در واقع ترکیب بین علوم یا همون فیزیک و شیمی با ریاضی، نقطه تلاقیشون هیچ فرقی نمیکنه، همشون از این روش حل میشن. نکتهش تو چیه؟ دستگاه دو تا معادله، دو تا مجهول من میخوام به دست بیارم. حالا مجهول میخواد هر چی باشه، میخواد کمیت فیزیکی باشه، میخواد ایکس و ایگرگ باشه، فرقی نمیکنه بچه. خب من اینجا چیکار میکنم؟ یا باید از این پایین نوترون رو بر حسب پروتون، یا پروتون رو بر حسب نوترون به دست بیارم بذارم جای ان و پی، یا برعکس از بالا بذارم پایین، هیچ فرقی نمیکنه، هر کدوم ممکنه سختی خودشو داشته باشه توی محاسبات. من همین پایین انتخاب میکنم. مثلا من فرض میکنم تو این سوال گفته که عدد اتمی این عنصر چنده، یا مثلا به من گفته که مثلا پیشو به دست بیار. خب شاید دوستانی که به نیت ریاضی نگاه میکردن بگن این چرا علوم شد، ولی فرقی نمیکنه، شما به جای این پی و ان همون ایکس و ایگرگ بذار، اینجا هم همون دوباره ایگرگ و ایکس قرار بده، همون میشه، فرقی نمیکنه. ما الان اصلا اینو در نظر نگیریم، میگیم آقا
پی به علاوه این شده 45، ان پی هم ان پی هم 1.5. این چیزی به دست میاد، داریم حلش میکنیم. من اینجا اینو نگه میدارم، پی بچه نکنید طرف این وسطه میشه دیگه، پس میشه 1.5 پی. حالا کافیه توی معادله بالا به جای ان هم بذارم 1.5، میگم پی چنده، پی که خودش بود، به جای ان هم میذارم 1.5 پی مساوی است با 45. خب این بچه ها 1 پیه، با 1.5 پی میشه 2.5 پی مساوی 45. اینجا دو تا کار میتونی انجام بدی، یا میگیم 45 تقسیم بر 2.5، یا مثلا میتونیم 2.5 رو بیان بنویسیم چی، بگیم 5/2 یا 25/10 فرق نمی کنه. من مینویسمش 5/2، پس 5/2 پی مساوی 45 قرار بشه. پی رو نگه میداریم، میگه 45 تقسیم بر 5/2. اینجا بچه ها من یه مخرج 1 به 45 میدم و دور در دور نزدیک در نزدیک انجام میدم. 45 ضرب در 2 میشه چند؟ 90. 1/5 هم 5 تا. حالا 90 تقسیم بر 5 رو حساب میکنم که میشه 18. پس پی یا عدد اتمی من میشه 18. 18 چه عنصریه؟ مثلا آرگون. یا حالا اگر سوال برای ریاضی باشه، مثلا ایکس یا ایرگ تو به دست آوردی. پس من چیکار کردم؟ یه بار دیگه اومدم اینجا اینو بر حسب پی نوشتم. بچه به این میگیم این بر حسب پی، چون ببینید من پیو ندارم که چیه، ولی اینو نوشتم، گفتم این هر چی باشه 1.5 برابر پیه. بعد به جای این ان گذاشتم 1.5، شده 1 پی به علاوه 1.5 پی مساوی 45. حالا این دوتا رو جمع کردیم و بقیه محاسبات هم که دیگه میشه معادله درجه، میشه یک معادله معمولی و حل میشه. خب بریم سراغ یه مثال دیگه. بچه بعضی وقتا ممکنه مثال ما و این سیستم همینه، منتها بیان یه ذره کسریش کنم مثلا سخت داره. فرض مثلا بگن 3/2 x به علاوه مثلا 5 y مساوی است با 7، و اینجا مثلا باشه x منهای چه میدونم مثلا 3/4 y مساوی 2/9. خب ببینید سیستم باز همونه، منتها عددهای من عددهای روندی نیستن. خب عددهای من عددهای روندی نیستن. من دوتا کار میتونم انجام بدم برای حل اینجور تیپ سوال، یا به صورت همینجور کسری جلو میرم حلش میکنم تو روش جایگزینی، یا اینکه میتونم بیام از شر مثلا این کسر خلاص شم. مگه این تقسیم بر 2 نداره؟ همه اینا رو ضرب در 2 میکنم، خب این دوش میره. یعنی چه اتفاق براش میفته؟ اینا رو اگه همه رو کلن ضرب در 2 کنیم، اینو تو سال 8 داشتید، اینجا مخرج میره، پس میشه 3x به علاوه این میشه 10y مساوی است با 14. خب این شد یه حالت معمولی. بعد اینجا هم همه رو بچه اینجا دیگه مثلا بعد توی مخرج مشترک اینو ضرب کنیم، مثلا بعد در 36 ضرب کنیم. خب که 36x میشه منهای 36 تقسیم بر 4 میشه 9، 9 3 تا میشه 27 y مساوی است با اینم که میشه 36 تقسیم بر 9 4، 4 2 تا 8. اینم حالت معمولی شد. خب این یه حالتش میتونه باشه، یعنی این حرکت انجام میدید، بعد حالا یک کدوم رو باید به دست بیاریم بذاریم داخل اون یکی. مثلا من این بالایی رو انتخاب میکنم، 3x رو نگه میدارم، 10y میره اونور میشه 14 منهای 10 y، سم بعدش تقسیم میشه، میشه 14 منهای 10 y تقسیم بر 3. احساس میکنید که عددش یکم ناجوره؟ بله، چون معمولا تو تستا و سوالات عددهای اینقدر قلوم به سلوم به نمیدن که اصلا نشه حسابش کرد. خب حالا من بعد اینجا به جای این x اینو بذارم، بعد حساب که کردم یه مخرج مشترک سم بگیرم در ادامش، بعد اینو حلش کنم. خب پس حالا من بذارید اینم انجام بدم که فکر نکنید خیلی خیلی سخته. 36 که ضرب میشه، x هم چنده؟ 14 منهای 10 y تقسیم بر 3 منهای 27 y مساوی 8. خب 36 تقسیم بر 3 بشه میشه چند؟ میشه 12. حالا بعد 12 رو ضرب در صورت کنیم، پس میشه 12 ضرب در 14 منهای 10 y منهای 27 y مساوی 8 و الی آخر. دیگه انجام بدش دیگه بچه، محاسبات ریاضی دیگه. این توی این پرانتز ضرب میشه، بعد جمع و تفریق میشه، y به دست میاد، بعد دوباره میذاریم داخل این x رو به دست میاریم. پس اگرم کسری بود که میگم بچه عددش انقدر بزرگ نمیشه،
نه ترتیب، باز دوباره سیستم همینه، شما باید همون کار رو انجام بدید. میتونستیم هم اول این کار رو نکنیم، یعنی کسر اصلا ساده نکنیم. چه شکلی میشد اون موقع؟ من اون حالتم بگم. یعنی اینجا نمیمدم مخرج اصلا از بین ببرم، همجوری کسری مینوشتم کلا از همون اول. اون وقت چه اتفاقی میافتاد؟ بازم سیستم شبیه همین بود، فرقی نمیکرد. من باید یکی رو بر حسب اون یکی به دست میآوردم و در ادامه حلش میکردم. خب باز دوباره مثلا من این انتخاب میکنم، میگم 5 ایگره رو میبرم اون بر، پس 3/2 ایکس میمونه، میشه 7 منهای 5 ایگرگ. حالا ایکس هم اینجاست، میشه 7 منهای 5 ایگره تقسیم بر 3/2، که اینجا اگه یه طرف این وسط این کنیم میره بالا، میشه دور در دور، نزدیک در نزدیک. شما در فصل 7 ریاضیتون اینجور معادله و عبارات تقسیم، عبارات گویا رو در حقیقت که به هم تقسیم میشن رو میخونید. الان شاید براتون یکم سخت باشه. این تو صورت ضرب میشه، میشه x مساوی است با 2/7 منهای 5 ایگرگ تقسیم بر 3، یکی هم 3 تا، پس میشه 14 منهای 10 ایگرگ تقسیم بر 3. بچه ببین همون عبارت قبلی شد که براش ایکس رو بر حسب ایگرگ نمیشیم. حالا دوباره اینو بیاریم بذاریم به جای ایکس، حساب کتاب کنیم و بقیه داستان. منتها دارم بهتون میگم بچه ها توی تست ها و سوالات انقدر سوال ها عدد ها رو سخت نمیدن که خیلی گیج کننده باشه. من فقط خواستم یه چیزی بنویسم که فکر نکنید این روش اصلا جواب نمیده یا رو اینا نیست. گفتم رو همه جواب میده، فقط محاسبات سخت تر میشه. و اما به عنوان آخرین سوال، سوالی که دارم حل میکنم تیپ سوالات نمون دولتیه، که اومده تو سوال گفته مجموع نوترون و پروتون یک عنصری شده 40 و از طرفی اختلاف نوترون و پروتون، از طرفی اختلاف نوترون و پروتون مثلا 18. دارم عدد از خودم میگم ولی تیپ سوال همینه، نوترون و پروتون رو جمعش داده، یا گفته مثلا مجموع بار، مجموع ذرات هسته که همین میشه دوباره، و اختلاف نوترون و پروتون اینه. و گفته حالا اینجا مثلا نوترون رو به دست بیارید یا پروتون رو به دست بیارید. ببینید باز همونه. اگر اینجوری بود خب الان میتونیم از دو تا روش استفاده کنیم. از همون روش اول که گفتم این دو تا رو الان با هم جمع میزنیم، پروتون میره، نوترون میشه 2n، 40 با 18 میشه 58، این اینجا به دست میاد. میشه 29. حالا اینو میذاریم داخل این و حساب میکنیم پروتون به دست میاد. این یه حالت. حالت بعدی هم این بود که گفتیم پی رو مثلا نگه میداریم، اینو میبریم اونور، میشه 40 منهای n. پس ما پی رو بر حسب n نوشتیم. حالا میایم اینجا به جای پی میذاریم 40 منهای n، اونم حساب کنم. پس n منهای به جای پی می‌نویسم 40 منهای n مساوی 18. خب بچه ها اینجا یه نکته داره، نکنید الان اگه اینو با این بزنید کلا این اشتباه. حواس من خودم هم به این منفی نبود، شما باید حواستون حتما به این منفی باشه. یعنی n منهای این شکلی میشه در حقیقت، این منفی ها رو خیلی حواستون باشه. خب الان پس میشه n منهای 40 به علاوه n مساوی 18، میشه 2n مساوی است با 40 میره اون بر جمع میشه، میشه 58، دوباره n به دست میاد 29. خب امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و بتونید از این به بعد از این مسئله راحت حل کنید. این دستگاه دو مدل دو مجهول بچه هم تو تستا کمکتون میکنه، به درتون میخوره، هم توی خود ریاضی مسئله قسمت مجموعی رو که میخواید حل کنید به کارتون میاد. شما این قسمت رو تو ریاضی تو فصل ششمش بخونید و وقتی الان دارید تست حل میکنید از این سوال حتما خواهد اومد که جز سوالات ترکیبی محسوب میشه. موفق و پیروز باشید.